قربونتون برم. من بچه ها ما اومدیم دوباره، شیری هم اومد طبق معمول. خب شیری، خودت به بچه ها میگی یا من به بچه ها بگم؟ نمیخوام، اصلا حوصله ندارم. بچه ها، شیری بهش میگم اومده پیش ما، دیدم ناراحته، اینجوری دستش گرفته به سرش اومد. میگم شیری چه اتفاق برات افتاده؟ ناراحت اینجوری خسته غمگین؟ میگم شیری جان چه اتفاق افتاده؟ میگه کار دستم اومدم بیارم گم کردم. میگم کجا گم کردی؟ میگه داخل اتاقم، هر چی که گشتم پیداش نکردم. بچه ها اتاق شیری اگه شما ها بدونید، اگر بدونید، مثل چی شلوغ بلوغ و کثیفه. هر چی دم دستش بوده رو ریخته. مگه نه شیری؟ آقا حوصله ندارم تمیز کنم، چه فایده داره؟ دوباره کثیف میشه دیگه، مگه نه؟ شیری جان عزیز دلم، یعنی چی این صحبته که میکنین؟ ما باید همه جا رو تمیز کنیم، مرتب باشه، آراسته باشه. مثلا همین تخته پشت سر من، من هر روز که کلاسم تموم میشه میرم قشنگ تمیز میکنم تا کلاس بعدی تخته تمیز و مرتب داشته باشیم. خب فایده داره دوباره تخته کثیفه؟ خب عزیزم اگه من اینا رو پاک نکنم که روش رو هم بنویسن که بچه ها متوجه نمیشن. خود شما که پشت دستگاه نشستی که متوجه نمیشی. خب من چی کار کنم؟ خب قربونت برم، من تو اتاق شلوغ وسیله پیدا میشه؟ بچه های گلم وسیله پیدا میشه تو اتاق شلوغ؟ من که نمیدونم، واقعا من نمیدونم. بذارید حالا ببینیم بچه ها بپرسیم، ببینیم بچه ها چی میگن دیگه. بذارید بچه ها بپرسیم. خب بذارید ببینم بردی جانم. خب حالا یه چند لحظه بچه ها صبر بکنید، من یه اسمتون رو علامت بزنم، اسمای خوشگلتون رو. خب حالا کسایی که ساعت قبل وصلشون نکردیم ازشون بپرسیم. بذارید ببینیم کیا وصل نشدن. مهرسام گلم، مهرسام جانم ببینیم روی ماهتون و عزیز دلم. بذار الان مهرسام به شما میگه. ببین سلام پسر قشنگم، عزیز دلم سلام، بریم ماهتو به اون لبخند قشنگتو. مهرسام جان کار دستتو ببینم، خوشگله من، دم دستته؟ بله ببینمش. ای فدای شما بشین. به 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 چه کوسه ای هم درست کردی. خوشباله، کوسه تو الان نشون میدی، من که ندارم. خب مهرسام خوشگلم، فهمیدی شیری براش چه اتفاقی افتاده بود؟ نه. شیری توی خونه نشسته بود، مثل شما که تو خونه نشستید و دارید تماشا میکنید کلاس و کاراتون رو انجام میدید، درس گوش میدید. شیری هم همین کاری کرده. شیری کار دستیشو درست میکنه، میندازدش یه گوشه. بعد که من به زنگ زنم میگم شیری بی پیش بچه ها، هر چی میگرده کار دستشو پیدا نمیکنه. میدونی چرا؟ چرا؟ چون اتاقش خیلی شلوغه، خیلی کثیف. رو تختیش یه و اسباب بازی و شلوغ پلوغ، لیوان آبم رو میزم، وسیلام جو ریخته، لباسام رو تختم. خیلی حال میده مگه نه؟ نه. آفرین شما پسر منی. ببین شیری چی گفت. که اصلا خوب نیست این کار. چرا مهرسام جان خوب نیست عزیز دلم؟ چون هم اسباب بازیامون میزم، اتاقمون شلوغ میشه، هم زیر پا هست، منظم نیست. آفرین به شما، آفرین، منظم نیست، شلوغ میشه همه جا. الان شما نگاه کنید، اومدی ولی وسیلتو نداری، بچه ها دوستات همه نشون میدن کار دسته خوشگلشونو ولی شما موندی. خب چی کار کنم؟ شلوغ بود دیگه. خب قربونت برم، من نگاه کن اتاق مهرسامو. الان مهرسام جانم داخل اتاقشه. به 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 این تمیزی، هزار آفرین به شما. ببین چقدر مرتبه. مهرسام جانم شما اتاقتون رو مرتب میکنی مگه نه فدا چم؟
آفرین، شما به شیری یه چیز بگو، من که میگم هیچ گوش نمیده به من. چجوری اتاقتو مرتب میکنی؟ چرا اینقدر تمیزه؟ وسیله هامونو اینجوری بپاچیم که خیلی خوبه که روزم اینجوری بپاچیم همه جا. راست میگه؟ نه. آفرین. خب شما بهش بگو چرا خوب نیست؟ چرا شما فقط اینقدر مرتب و تمیزه؟ هم تمیزی خوبه، هم اتاقمون منظم نیست. اتاقمون منظم میشه. هزار آفرین به شما فرد چم. آفرین، دیدی میگه تمیزی خیلی خوبه، خیلی خوبه که آدم منظم و دقیق باشه. مرسی مهسام جانم، فدای چشمات بشم من، قشنگ من. خب بذارید ببینیم دوست دیگه همون قراره بهمون چی بگه. شما که حرف مهرسامو گوش دادی، دیدی اتاق مهرسامو چقدر تمیز بود، کیف کردی؟ بذارید ببینیم بردی و دیگه چجوریه. سلام پسر گلم. سلام بردی. وای سرش ببینیم ببینم قرمونت برم من کوستونو. ای خدا چه چشای قرمزی هم براش گذاشتی، قرمز یا نارنجی هن؟ ای خدای من خیلی قشنگ شده. سر عزیزم دارم، اگر اتاق دادن ندا پاد میره تو ماشینات میسکنه خرم میسه، بعد به پاد میسکنه، بعد به دکتر. آفرین آفرین، یه نکته خیلی خوب شما گفتی پسر قشنگم، فهمیدی شیری؟ آره. خب ببین درست گفته، ما گفت وقتی وسیله همونو میریزیم رو زمین جوری پخش و پلا میکنیم، داریم راه میریم، پامون میره روش، هم وسیله همون خراب میشه هم پامون درد میگیره. راست میگه، راست میگه، دیدی میگه پامون میره روی یه چیز تیز، پامون درد میگیره. اتاق باربود رو نگاه کن، به 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 این تمیزی، مگه کیف کردی؟ من همش جمع میکنم، اما یه جایی رفته یه چیز رو گم کردم. چیو؟ بخواستم خونه مامان بزرگ با بزرگم دیده به کدوستم تو خونه شو گم کردم، نیدونم کجاست. جا گذاشتی؟ جا گذاشتم. آها جا گذاشتی، جا گذاشته قربونش برم من. اما شیری هرچی گشته پیدا نکرده، جا نذاشته که، گم کرده. بس که شلوغ اتاقش. چی گم کرده؟ او کار دستشو دانسته. نه همین مثل شماها درست کرده بوده، اومده بیاره، هرچی گشته پیدا نکرده چون اتاقش ریخته. بخش پلا شاید دیگه کجاست؟ آفرین، مثل شما که اتاقش مرتب نشیره، نگاه کن چقدر مرتب و تمیزه، چقدر تمیزی داره. به 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 شما. بله بله، ببینید باربود راست گفت به ما، گفت وقتی که ما داریم وسیله همونو بپاشیم همه جا، پامونو که بذاریم روش خراب میشه، هم پامون درد میگیره هم وسیله همونو میشه. بهتون بگم؟ بفرمایید. من چیزم نذاشتم تو جلس بازم بگم. بفرمایید. اصلا و آرپیزم نذاشتم. آها، ولی یه گوشه مرتب گذاشتیدش، درست اینجا پرت کردی همه جا؟ نه نه نه، نذاشته مونه گذاشته تو کن رخت خودم. آفرین، مرتب یه جا گذاشته. آفرین آفرین، باریکلا به شما، فدای چشمات بشم. دیدی مرتب یک جا گذاشته وسیلشو، قربونت برم من، مرسی که به شیری گفتی. خدافظ. خب شیری، دیدی دوستات چقدر مرتب و تمیز بودم، من که کیف کردم این پسرای گلی که دارم. دیدی گفتم وسیلاتو که بریزی یه جا، همه جا شلوغ میشه، کثیف میشه، پا درد میگیره. اشکال نداره، ازش کلی دوستم دارم، با اونا بازی میکنم، با وسیله ها بازی نمیکنم اگه شکست. بچه ها، شما با بچه ای که کثیفه، اتاقش رو تمیز نمیکنه، بازی میکنی، دوست میشید؟ مثلا میشه تو اون اتاق بازی کرد؟ آره
خیلی خب، من الان دوستات میپرسم مگه دوستات نمیگی دوستای منن؟ آره، من همش اینو دوست دارم. خب الان من از دوستای شما میپرسم که ببینم دوستای شما اینجور جا بازی میکنن اصلا. خب به کی بگیم؟ آراد و مهراد و خوشگل. آراد و مهراد و گلم، ببینم روی ماهتون و پسر گلم، میخوام ببینم به شیری میگید درستشو. من الان ببین اینجا دفترم کلی تمیزه، میزم مرتب، همه یه گوشه است، مدادم یه گوشه، نگاه کن همه مدادم داخل جا مدادی. آراد و مهراد و خوشگلم، قشنگای من وصل میشه پسر گلم. سلام، چطوره؟ آمدم اقل. خب گل پسره من، عزیزای دلم، شیری فهمیدی چی گفت؟ متوجه شده چی گفتش؟ من نگدم ای فدای تو بشم. من الان به تو میگم، شیری گفتش وسیلا، من گفتم با گفتش وسیلا اون اگه بریزیم زمین پامو میره، هم پامو درد میگیره هم وسیلا مو میشکنه. شیری گفت اشکال نداره، وسیلمو که خراب شد با دوستان بازی میکنم. من گفتم کسی با بچه ای که با کسی که تمیز نباشه، شلوغ باشه، اصلا بازی میکنه؟ دوست میشه؟ شما دوست میشید؟ دیدی شیری؟ دوستای مهربون تو دیدی؟ گفتن اینجور بچه ها که ما باشون دوست نمیشیم. چرا قربونت برم من؟ خب جمع نمی کنم. آفرین. خب حالا جمع نکنیم، یه جا دیگه میریم بازی میکنیم دیگه، اونجا رو شلوغ پلوغ میکنیم. گم نمیشه، میره پای آدم، هم یا پای آدم درد میگه یا اونا له میشن. آفرین. تو اتاق شلوغ نمیشه بازی کرد مگه نه؟ آره. آفرین، تو اتاق شلوغ نمیشه بازی کرد شیری جانم. دیدی دوستاتم گفتن؟ آراد و مهراد خوشگلم، شما اتاقتون رو مرتب میکنید؟ به شما شلوغی میکنید؟ وسیله هامون رو جمع میکنید. او وسیلاتون رو خودتون جمع میکنید؟ بابا اینا یکی کمکشون میکنه شیری جان. یه جعبه ماشین داریم خودمون، همه ماشین میذاریم تو جمع میکنیم. دیدی شیری جان، دیدی دوتا پسرای خوشگل من میگن ما یه جعبه داریم که ماشینامون رو میریزیم تو جعبه خودمون تمیز میکنیم. دیدی پسر قشنگم؟ اوه اون وقت خسته میشید خیلی شلوغ پلوغ بکنید؟ نه خسته نمیشید. آفرین به شما پسر گلم، هزار آفرین که انقدر مرتبید شما ها، من کیف میکنم از تمیزی شما. دیدی پسر گلم، دیدی شیری جان، بچه های خوشگلم خودشون تمیز میکنن. خب آفرین به شما، فدای شما ها بشم که انقدر مرتب و دقیقید، انقدر تمیز میکنید اتاقتون و خودتون، هزار آفرین. شیری خان دیدی وسیله هاشون هم گم نمی کنن، خودشون تمیز می کنن. خب بذارید حالا دوستای دیگمون بپرسیم. خب چشم، من همه رو میارم، هیچ نگران نباشید. ای خدای من. خب حالا خوشگلای من، عزیزای دلم، میخوای ببینیم الان از بالا به ترتیب بیایم پسرای گلمو وصل بکنیم، ببینیم چه جوری اتاقاشون رو تمیز میکنن، مرتب میکنن، چیکار میکنن؟ سلام بردی جانم، خوشگل من. سلام بردی، حالت چطوره؟ خب بردی قشنگم عزیزم، شما اتاق تو خودت مرتب میکنی؟ بله، شب به مامان کمک کردم. آفرین، تازه به مامان باباش هم کمک میکنه، هزار آفرین عزیز دلم. بردیا خودت اتاقتو جمع میکنی؟ آره. خب آفرین به شما، هزار آفرین عزیز دلم، باریکلا بردیای خوشگلم. خب حالا پسر گلم، ای قربون همه تون برم، شیری همه دوستا دوست دارم با شما صحبت بکنن و آخ جانم ای والا. خب بذارید من ببینم. خب از بالا به ترتیب دارم شروع میکنم، همه میان، خیالتون راحت. خب سامیار جانم با امیر ارسلان گلم. سلام سامیار، حالت چطوره؟ سلام امیر ارسلان، حالت چطوره؟ خوبم.
بچه های گلم اتاقاشون رو نگاه کن شیری، چقدر مرتبن، چقدر تمیزن، ببینشون نگاهشون رو من اتاق نیستم قرآن رو برم. آها یک قسمتی از خونه هستن ولی تمیز، مگه نه؟ بله. آفرین به شما بچه ها. شما دوست کسی که اتاقش رو تمیز نمی کنه میشید؟ نه. کوسهشون هم آوردم، ببینیم کوسهاتون رو. آفرین، چقدر قشنگ شد. خوشبالی تو مرگ کوسه هم گم شده. ای بابا بیا خوزم همزمه. قربون مهربونیاتون برم من عزیزای دلم، خیلی خوبه. بچه های خوشگلم، قشنگای من، فدای چشماتون بشم من. مرسی عزیزای دلم که اتاقتون و کوستون رو نشون ندید. پندار و مهرسام خوشگلم هم ببینم، قشنگای من. دیدی دوستاتو؟ همه مرتب. سلام پندار جانم، عزیز دلم. سلام پندار، حالت چطوره؟ صدا تو بس نکردی پندار. سلام مهشام، حالت چطوره؟ خب بچه های خوشگلم، اتاق مهرسام جانو که دیدیم، الان پندارم نگاه کن میز اطرافش مرتب و تمیزه. پندار جانم صدا نداری؟ صداتو رو بس کن قربونت بشم. آره صداتون رو نداریم فدا چم. پندر صدا نداری که، وست کن صداتو. بذار پندر جا یه دور قطعت کنم وصلت کنم. خب قربونت، بذار دقت کنیم. خب پندر و مهرسام، پندر جان وصل شو فدا چم. عزیز دلم صداتون رو هم وصل کن قربونت. صدا نداری هنوز قشنگم؟ شما صدای پندار جان رو میشنوید؟ نه. خب بیا دور بره بیرون بیادش. خب ما با مهرسام خوشگلم که کلی صحبت کردیم، شیری بهمون گفت مهرسام جان تا حالا شده شما یه موقعی یه چیزیتون رو گم بکنید؟ بله خیلی زیاد. او خیلی زیاد. سلام. سلام عزیزم. سلام پندار. سلام. خب سلام بری ماهتون. پندار جان و مهرسام خوشگلم، هر دو تایتون تا حالا شده یه وسیلهیتون رو گم بکنی؟ مهرسام گفت خیلی زیاد. خب شما گم نکردی تا حالا؟ چه گوسه یه هزار آفرین. من قربونتون برم من، بعدم ببینم قربونت بشم من. خب مهرسام گفتش که من یه چیزی ما گم کردم. خب پندار که تا حالا گم نکرده، درسته؟ مهرسام جانم شما چرا گم کردید؟ جا گذاشتید؟ یادتون رفته؟ یا از شلوغ پلوغی پیداش نکردید؟ من مال پلاستیکیمو دم کردم. خب چجوری گمش کردی؟ جا گذاشته خونه کسی؟ اتاق چلوغ پلوغ بوده؟ کدومش؟ اتاق چلوغ پلوغ نبوده همجوری. آها پس از چلوغ پلوغی اتاق گمش نکرده چون پسر مرتبی هستش، درسته؟ ممکنه یه جایی حواسش پرت شده یادش رفته، درسته؟ آره قربونت برم من. آره مهرسام جانم. بله جانم. میگم خب اتاقتو به هم ریختی، باید جمع کنی بعدش پیداش میکنی، یکی یکی بذاری. آفرین آفرین، باری کرده وقتی اتاقت شلوغ پلوغه پیداش میکنی، اما جمع که کنی مرتب کنی متوجه میشی. هزار آفرین به شما، هزار آفرین قربونت برم من. مهرسام جانم که اینقدر خوب به ما گفتی عزیز دلم.
خب بچه های گلم همه مرتبه، پندار جانم هم مرتبه. اوی خدا دندوناشو همیشه بخنده. خب داده داده دوتا آفرین به شما عزیز دلم. خب داری بزرگتر میشی، دندونای قشنگتر داری در میاری. منم همش افتاده. خب شیری هم دنداش همه افتاده. حالا خب پسر گلم امیر ارسلان میخواسته یه چیزی به همون بگه، بذارید من وصلش کنم، بذارید خودش به همون بگه ببینیم چی میخواسته بگه. امیر ارسلان جانم ببینیم اتون شما نه قربون چشمات برم، من از هرکی یه چیز میپرسیم فردا چم ناراحتی نداره. حالا چی میخواستی بگی؟ چی میخواستی همین رو سرم بگی؟ میخواستم برم که باربون خب یا هر کس دیگه نباید وسایلشون از جایی که هست به من این بگیم. خب امیر ارسلان جانم همه میتونن اجازه صحبت کنن. خب ببین به من بگید گفتید که چی بسیارشون رو بابا هر کس دیگه نمیتونن وسایلشون رو نباید ببرن جایی ببرن یا گم شه یا گم. آهان آفرین به شما، منظورش اینه امیر ارسلان که ما هر وسیله ایمون یه جایی داره. مثلا ما لباسامون رو در نمیاریم بذاریم تو یخچال که میکنیم این کارا؟ نه نمیکنیم که. یا اینکه مثلا خوراکمون رو ببریم بذاریم مثلا ظرف غذامون رو بذاریم تو کمدمون، نمیکنیم که، خراب میشه مگه نه؟ بله خراب میشه. ما هر وسیله ایمون یه جایی داره، هر وسیله ایمون یه جا میذاریم، درسته؟ کوسه ایمونم دیدی چند قشنگ شده بود؟ خیلی زیبا شده بود قربونتون برم من، آفرین شما. مامانم و نگارم هم دوتا درست کردم ما. قربونتون برم من، عالیه. امیر ارسلان جان بار بود میگه من اتاقم رو همیشه جمع کنم. ای خورمونتو برم، چه کوسه خوشگلی شد، آفرین عزیزم. بار بود چی میگه امیر ارسلان؟ کوسه مامانت هم نشون بده تا هم بگم. نشون بده ببینیم. کوسه مامانم نشون بده، کوسه منم نشون بده. شما سه تا دارید، من یه دونش هم گم کردم. خب آفرین، چه کوسه خفنی شد، خیلی خوبه. حالا امیر ارسلان گوش بدید به من، باربود گفت من همیشه اتاقم رو تمیز میکنم. بله باربودم مثل شما آراسته و مرتبه. امیر ارسلان به عنوان مثال گفت، مثلا من بگم شیری اونم مثال گفت، درسته؟ همه ما با هم دیگه دوستای خوبی هستیم و مرتبیم. هزار آفرین امیر ارسلان جانم، مرسی قربونت برم. صدا بس کنم جونم، صدا تو بس کن فدا چم، ببینم چی میگی جانم. یارم آدم بهت پیام میدم. چشم فدا چم، چشم. خب بار بودم، بله اتاقشو دیدیم، دیدی چقدر مرتب رو تختشو چیده بود، چقدر متکاشو مرتب چیده بود. هزار آفرین بهتون، همه تون مرتب و قشنگید. شیری جان دیدی پر دوستات چیا گفتن؟ حالا من میخوام یه قصه براتون بگم. خب آره، خب من میخوام یه قصه براتون بگم، این قصه رو خوب خوب گوش بدید، در مورد سه تا خواهر برادره که با هم دیگه همه جا میرفتن. شیری شما آماده ای؟ خب این خواهر برادر چی کار میکردن؟ الان بهت میگم. این سه تا خواهر برادر دوتاشون مرتب و تمیز بودن مثل پسرای گل من، یکیشون شلخته پلخته بود مثل بعضیا، من نمیگم مثل بعضیا. خب حالا خب اینا میخواستن یه روز برن شهر بازی و میرن یه بلیت شهر بازی میگیرن، هر کدوم یه دونه، هر کی میبره تو اتاقاش میذاره. حالا کارتونشو دوست دارید با هم ببینید؟ کارتونشو بعدم در موردش حرف بزنیم. آره آره من که خیلی دوست دارم. خیلی خب حداقل کارتونه رو ببین. آره یه ذره کارتون ببینم و غم نبودن کوسم یه ذره آرامش بگیرم. آره یه ذره کارتون تو ببین، حالا کوست نیست یادت بره. خب
پسر خوشگلم، پس آماده ای؟ شیر شما اینجا قشنگ مرتب گوش بدی، از شلوغ بلوغ نکنی. باشه باشه. خب حالا بذارید من اینو بیارم قصه‌مون رو وصل بکنم، ببینیم اصلا داستانمون چی بوده. شیر گوش بدی یا؟ باشه باشه. مامان. خب مامانی 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 کجایی شما؟ مامانی بیا دیگه، کجا رفتی شما؟ من اینجام عزیزم، بیا اینجا. مامانی مامانی این چی دستته؟ خب این عزیزم بلیط شهر بازی دوستامون گرفتن، برای آبجیات هم گرفتن با داداشت، میخوایم بریم شهر بازی ها. آخ جون آخ جون آخ جون، اینو بگیر ببر شما داخل اتاقت، یه گوشه بذار تا خواستیم بریم با خودت ببری. باشه باشه. آخ جونم ای جون بلیط شهر بازی، جونم ای جون بلیط شهر بازی، اینو بندازم یه اینجا، میریم میریم خوشحالی، شادی شادی شاد خوشحالی. بچه ها اتاقش رو ببینید شما، شیری اتاقش رو میبینی؟ شبیه اتاق منه ها. خوب خودت هم میدونی شبیه اتاقتونه. بچه ها چه اتاق، بلیط هم انداخت که. لالی لالی لای نای 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 نای. میگم ها توپلو کجا بریم امروز؟ شهر بازی رو میخواییم بریم ها. آماده ای؟ آره آره، بیا بریم به دوستمونم بگیم. فرفرک فرفرک کجایی شما؟ بیا دیگه فرفرک فرفرک. بله بله من اینجام. فرفرک میخواییم بریم شهر بازی، بلیطاتو آماده کردی بریم؟ بلیط داره بابا من دارم. خب برو بیار دیگه. باشه باشه میرم میارم. بودو دیرمون میشه اگر نیایی بریم. باشه باشه باش. تا چقدر وقت دارم؟ بودو دو دقیقه. بودو برو بیار. بودو. خب وای فهمیدی چی شدش؟ ای داده بیداد، فرفرک گم کرده بلیطشو. آخه چرا گم کرده؟ نمیدونم، میگه اینقدر اتاق شلوغه اینجوری پرت کرده رفته. چی کار کنیم؟ بریم کمکش؟ بریم بریم بودو زودتر تمیز کنیم. وای بچه ها چه اتاق مرتبی شد. به به چقدر قشنگ شد. شادو شادو شاد با هم میریم شهر بازی، شادو شادو شاد با هم میریم شهر بازی. خوب شد فرفرک زود کمکت کردیم، وگرنه شهر بازی جا میموندی. آره واقعا مرسی بچه ها. خب بچه های خوشگلم بذارید ببینیم. خب بذارید بذارید من اینو وصلش کنم. شیری دیدی؟ فرفرک داشت از شهر بازی جا میموند. دیدید بچه ها؟ بذارید من به یکی از دوستامون بگم بیاد. بذارید من بگم. یاسین جانم قربونت برم من عزیز دلم، ببینیم روی ماه شما رو. خب سلام پسر خوشگلم عزیز دلم. سلام یاسین. سلام قربونت برم من یاسین جانم عزیزم. شما دیدی کارتونو؟ بله. دیدی فرفرک وسیلهشو کجا انداخت؟ تو اون اتاق شلوغ مگه پیدا میکرد؟ نه پیدا نکردش، اما دوستاش فوری به دادش رسیدن. اما چون شیری کسی نبود کمکش کنه، دیگه مجبور شد بدون کار دستی بیاد. وای باز دوباره کار دستی یادم انداختن. خب اشکال نداره. آها ببینیم، وای چه کوسه قشنگی شد، همه کوسه درست کردن که هزار آفرین به شما. فده چم آفرین، خیلی خوشگل شده، خیلی قشنگ شد. خب یاسین جانم اگه دوستای فرفرک نبودن که کمکش بکنن، اون وقت فرفرک چی کار میکرد؟ میتونست بره شهر بازی؟ نه با اون کلونش نه. آفرین، داشت میرفتش، داشتن همه میرفتن، دیر شده بودش. اگه اتاقش تمیز شد که دوستش کمک نمیکرد، نمیتونست پیدا بکنه که. هزار آفرین به شما، فدای شما بشم من. آفرین. حالا پسرای گلم داستان فرفرک رو گوش دادیم. پسرای من که همه مرتب و دقیقن، همه همه
اما شیری میخواد به من قول بده، خب با اون بچه هایی که بعد هم نمیبینن و اتاقشون تمیز نیستش، میخوان قول بدن به ما که اتاقشون رو تمیز کنن از این به بعد، مرتب مرتب همه وسیله ها سر جای خودش بذارن، نظم داشته باشه، هر کدوم رو یه قسمتی بذارن باشه، تمیز تمیز کنن. خب بعد از اتاقای تمیزشون ماماناشون عکس میگیرن و برای من میفرستن. خب شیری شما اتاقاتو تمیز کنی برای من بفرستی، من میخوام عکسو به دوستات نشون بدم. باشه باشه دیگه قول میدم، دیگه وسیله‌مو گم نمی‌کنم اینجوری، راست گفتم بچه‌ها. آفرین. و اما بچه‌ها یادتونه ما هفته پیش همه با هم دیگه یه قولی دادیم، یادتونه داستان زردک رو گوش دادیم، زردک رفته بود چشماش زرد شده بود، قرمز شده بود، انقدر بازی کرده بود، یادت شیری؟ آره آره من یادمه یادمه. خب ما داستان زردک رو گفتیم، گفتیم زردک نباید زیاد تلویزیون میدید و کارتون میدید. بچه هم همه به ما قول دادن، منم قول دادم، شما هم قول دادیم که زیادی تلویزیون رو نبینیم و بازی نکنیم. حالا من میخوام مامانا، قرار شد مامانا به ما بگن، من میخوام الان مامانا به من بگن که بچه ها چقدر گوش دادن، چقدر پای قولشون بودن، درسته؟ باشه باشه. من که حسابی حواسم به شما بود شیری، شیری واقعنی واقعنی خیلی کم نگاه کرد تلویزیون رو، کم بازی کرد، بیشتر بازیایی کرد که با دوستاش بودن، با کامپیوتر نه بازی نکردش. آفرین شیری جان. آخ جان یه بار خوشحال شدم. خب خب حالا خیلی هیجان زده نشو شیری جان، میخوایم دونه دونه بچه ها رو ببینیم که چی کار کردن. آماده این؟ خب حالا آراد و مهراد خوشگل، پسر کلم و بردیا جانم، قشنگه من ببینم روی ماهتون رو. آراد و مهراد خوشگلم و بردیا جانم سلام، قشنگم عزیز دلم. خب آراد و مهراد خوشگلم هم وصل بشن، فده چشمشون بشن، من وصل شدن. سلام. خب بچه های خوشگلم، ای جونم قربونتون برم، من رو نگاه کنین، ماماناتون میخوان به هم بگن که چقدر شما پای قولتون بودید. باشه میخوان کیف بکنم. حالا اول مامان آراد و مهراد بگن بچه های گلم که قول داده بودن تلویزیون و کارتون کم بینن چقدر دیدن. من که قولم قبول شدم، یک کوچولو قولشون نبودن، یک کوچولو نبودن. خب ولی بازم بیشترش رو انجام دادن مگه نه؟ بله. آها خب آفرین به شما که یه ذره حالا ممکنه شیطونی گولمون زده باشه ولی انقدر خوب گوش دادید، باریکلا. خب بعدی جانم تهدید نکن قربونت برم من. حالا این فرده خنداتون بشم من. خب آراد و مهراد یه هفته دیگه هم قراره این کار رو انجام بدیم جون دلم. اینجا شهربازی نیست که، شهربازی نیستش، ولی بازی کامپیوتری که داریم، بازی با گوشی که داریم مگه نه؟ آره. حالا مامان بردیا به من بگی بردیا چی کار کرده؟ بردیا همینطور یه کوچولو بهتر شده. خب خدا رو شکر، خدا رو شکر، پسره گلم قراره به هم راستشو بگیم دیگه مگه نه؟ خب من کارش خواهیه یک کم تلویزیون میونم با توفنگان میکنم. آفرین. آراد و مهراد هم همینجوری بودن. حالا از نو ما یه هفته دیگه میخوایم بچه ها جایزه بگیریم، کیف بکنیم. یه هفته دیگه ما این کار رو انجام میدیم، دوباره هم مامانا میپرسیم، فکر نکنید ازش در میریم. شیر حواسم به تو هم هست. ای بابا باشه، باز دوباره. آره باز دوباره انجام میدیم. پس همه با هم اینجوری کنیم، قول میدیم به هم دیگه، یه بار دیگه یه بار دیگه بیاریم دستامونو، ما قول میدیم یه هفته دیگه که حواسمون باشه بازیمونو کم بکنیم، کارتونم کم ببینیم. باشه جون دلم. آراد و مهراد خوشگلم هزار آفرین بشه جون دلم. من هلیکوپتر با هفته من دوست کردم. هزار آفرین، بعدم برام عکسشو بفرست. خب
آفرین. حالا دوست بعدیمون مهرسام جان بیاد با آراد قرایی خوشگلم ببینیمشون. آراد جانم چرا قطع شد صداش؟ خب آراد جانم، خب ای خدای من مهرسام تغییر مکان داد. خب مهرسام جانم خوشگل من، بذارید من رو مد بزنم. سلام. خب بچه خوشگله من، حالا میخوایم از مامانا سوال کنیم. خب قربونتون برم من. اول مامان آراد بگی بهمون، مامان آراد بگی ببینیم چقدر آراد گوش داده، چقدر تلویزیون دیده. آراد از وقتی که به شما قول داده دیگه با موبایل یه ساعت بیشتر بازی نمی کنه. فدای شما بشم، هزار آفرین. بدون تهدید یا با تهدید؟ نه نه نه، واقعا گوش کرده، واقعا. هزار بازی میخوایم، با مامان هم میرم. هزار آفرین، هزار آفرین به شما که ساعتتون دقیق شد. حالا مامان میگه ساعت میخواد ببینه. تلویزیون شما خانم یه ذره زیاد نگاه میکنه. خب حالا از میدیم از نو. خب اشکار نداره، بذار آب جم بگه. خب مرسا مامانش بهمون بگه ببینیم. فقط یه ذره بعض برنامه‌ای که انتخاب میکنه به نظر ما مناسب سن بچه ها نیست، ولی مرسان فکر میکنه مناسبه، مثل لاکپشتای نینجا. خب پس بچه ها اینو ما قراره در مورد کارتون و بازی مختلف با هم حسابی حرف بزنیم. خب در مورد اینم کلی صحبت میکنیم. بعضی ها مثل غذاهایی که ناسالم هستن، بعضی بازی ها هم ناسالم هستن، بچه ها اصلا برای ما خوب نیستن، در موردشون حسابی صحبت میکنیم. باشه باشه باشه. خب حالا خوشگله من اینقدر خوب قول دادید، سر قولتون بودید، یه کوچولو برای تلویزیون بود، میخوام الان قول بدیم به هم دیگه. آماده این؟ آماده آماده. دستامونو اینجوری کنیم، ما قول میدیم که حواسمون باشه به بازی های تلویزیونیمون، باشه به بازی ها و کارتون های تلویزیونی. خب آفرین، بزنید قدش. خب هزار آفرین به شما. حالا میخواییم ببینیم دیگه دوستامون چجوری قول دادن به ماها. باشه ببینیم ماماناشون چیکارا کردن. حالا خب امیر ارسلان جان و سام یار جانم ببینیم روی ماهتونو. خب امیر ارسلان هم علامت بزنیم، سام یار خوشگل هم علامت بزنیم. خب سلام پسر خوشگل. چونه نرم من اصلا اجازه ندارم موبایل دستم بیاد. خب هزار آفرین به شما. بله هر خونه ای یه قانونی داره برای خودش، مثل اینکه هر شهری یه قانون داره. جونه دارم تقریبا یه هفته است دیگه کلاً گذاشتم کنار. خب کارتونای خشن توش می‌بینید و بازی‌های خشن ما هم گذاشتیم کنار. تلویزیونم کم شده، حالا شاید از یه ساعت بیشتر باشه، مثلا یه ساعت موبایل هم دادیم به تلویزیون، تلویزیون رو کردیم تو سر تلی موبایل رو گذاشتیم، ولی واقعا رعایت کرده. حریفنده چشمات بشم که انقدر مرتبه. الان شما بیا جان امیر ارسلان پس تلویزیونشو یه کوچولو دیگه باید کم کنیم، ولی آفرین که بازی موبایل رو قطع کرد کلا. حالا
شامیا رو گوش بدی ببینیم چی کار کرده مامانش. من میگم کلاسم نیم ساعت چه چه شده خودمون هم درد ندیده با این کلاس. آها آفر آفر شما بشم که کلاسم یاده قربونت برم من باشه دارم ما حواسمون هستش کلاسم کم میکنیم که چشمون درد نگیره. خب قربون خندهاتون برم تلاششو میکنه که تلویزیون کمتر ببینه. هزار آفرین به شما هزار آفرین. میخواد اول از کلاس شروع کنه. از دور تا شب دیگه اجازه نداره تلویزیون تماشا کنه. ساعت 4 به بعد دیگه تلویزیون خاموشه تا آخر شب اجازه نداره روشن کنه. آفرین به شما آفرین. قربون برم من یه ساعت میبینم تبلیتش هم گذاشت کنم. باری کلا به شما. شما دوتا چقدر آقا چقدر مرتب. ما کیف کردیم که آفرین بهتون. خب ولی حالا که شما اینقدر آقایی امیر اصلا چرا چهره اینجوری ناراحت دیم لبخند بزنیم بابر روید برم من. آها سامیا رو ببین جگرمون کیف کرد. آفرین آفرین علاکی هم نخندی با لبخند با علاقه بزنیم. خب شیرین دندونم منم افتاده. آره منم همش افتاده. دندونم منم افتاده. هزار آفرین بچه های گلم. حالا برای اینکه با دوستامون دندونم منم افتاده میخواییم با هم قول بدیم. قربونت برم کسی با دندونم افتاده قول بدیم همه با هم یه دور دیگه قول بدیم آفرین ما هم قول بدیم با هم دیگه که دیگه زیاد نبینی بزنید بدش. آفرین. خب منم بزنم بدش. آفرین قربونتون بشم من هزار آفرین بهتون. حالا دوستای خوب دیگه‌مون میخوایم ببینیم یاسین جان و ماهان جانم بیاریم پسرای گلمو. یاسین جانم ماهان خوشتیم. سلام سلام ماهتون. سلام عزیزای دلم. خب پسرای خوشگلم ای خدای من که ما کوسه هاشون رو آوردن. خب حالا خیلی خوشگله خیلی قشنگه ماهان جانم دیدم فدات شم. حالا بچه ها میخواییم از مامان یاسین شروع کنیم. جون دلم نه یه روزی مامان زیاد دیدم چشم درد گرفت. پس شما مثل زردک شده بودی اما حالا قول داده بودیم به هم اول از مامان یاسین شروع کنیم بپرسیم ببینیم چی کار کرده یاسین جانم. خب سلام وقتتون بخیر. سلامت باشین. خوب هستید. قربونتون برم من. تبلتو 20 دقیقه بازی میکنه ولی تلویزیون اگه فوتبال باشه یکم زیاده روی میکنه. نباشه هم نه بیشتر بوده یه بعد میشه فوتبال میکنه تو خونه. هزار آفرین به شما. آفرین قربونت بدرم من که اینقدر خوب رعایت کردی. باری کلا به شما عزیز دلم که اینقدر کم بازی میکنید و اینقدر قشنگ مرتب. اون فوتبالم حالا چون یه کوچولو ورزشه و ما دوست داریم و یه کوچولو هیجان داره میتونیم موقعی که فوتبال داریم از زمان بازیمون بدیم به اون فوتباله. باشه آخ جانم جان. خب حالا نوبت مامان ماهانه. میخوای ببینیم مامان ماهان چی میگه. خب مامان ماهان بهم بگید ببینیم. یکم زیادی با گوشی بازی میکنه. خب دیدید یاسینو دیدی. خب اشکالی نداره ما همه داریم با هم دیگه قول میدیم هیچ اشکال نداره. این سری میخوام قول بدی بچه ها میخوام جمعاناتو حسابی آبرو داری کنی جونم. با شیری یا با منی؟ با شیری. خب بگو ببینیم جونم اتاقتو معتب کن چون که من اتاقمو تمیز میکنم. راست میگی من نمیدونستم مامانم در میاد. راست میگی من نمیدونستم میرم بعد از کلاس خونم اون اتاقمو تمیز کنم. خب همه با هم قول بدیم. قول 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 قول. خب ماها همه با هم دیگه قول میدیم
شیری هم بخش آورده که دیگه از این به بعد کم بازی کن، کم بازی کامپیوتری بکنیم و کم تر فیلم کارتون ببینیم. آها مشته، خب راست میگی، بریم بریم خب خیلی هم عالی بود. حالا بذارید ببینیم دوست دیگه‌مون. خب باربد خوشگلم با پندار جان، ببینیم روی ماهتون رو، من همه رو اینجا علامت زدم، کسایی که همه بهمون دادن. خب سلام عزیز دلم، این فدای لبخندتون باشم. سلام قشنگم، سلام بچه‌ها. خب بچه موقعیه که میخواد امامانت رو سوال کنی. آها میخوام ببینیم اول مامان چه کوسه ای هم آوردن نشونه بود دادن. وح وح وح. خب مامان بار بود، او مال بار بودم اومد، چشاشون نوریدیه. خب مامان بار بود میخواد بهمون بگه بار بود چقدر قولشو عمل کرده. مامانش بگو. خب خودتون بگی. صادقانه من خودم استفاده دارم نیم کنم میرم میزم یه خورده بیرون من بر مامانم برای رو میگره کنم بار بازم کنم جمع میکنه. پس جمع میکنم این قربونه برم من آفره جمع میکنه آجا من یادم میه چراغ خاموش کنم. آها در مورد اصلاف کردن یادش میره بعضی وقت چرا رو خاموش کنه. خب اونم انجام. خانم سرفرنده باربود از قبلم اصلا اهل موبایل و تلویزیون کلن نبود، الانم هفته یه بار دو بار اگه موبایل بازی کنه، تلویزیون هم به اندازه میبینه. من مشکلی اصلا با این موضوع ندارم. بگم مامانی برای جان بسینه منو نبینه بازه خسن دارم میکنه که نبینه تو مالم دالت کردن. ای عاشق خب قربونه دارم که قصد صادقانه جواب بدید بدشم. خب عاشقت هم. خب بار بود صادقانه گمیه باشه که بعض وقتا یه کارایی میکنه، اما قراره از این به بعد برم قول بدیم. ولی قبلش ببینید پندار چی کار میکنه. پندار مامانش بهمون بگه. سلام. سلام بریم ماهتون. پندار تلویزیون روزی یا کارتون میبینه، ولی خب همون فقط یه دونه میبینه. موبایل بازی نمی کنه، ولی شبا که باباش میاد با هم دیگه فوتبال بازی میکنن که خوبه، یعنی بازی بدی نیسته، فقط بازی میکنه یه ذره، ولی یه بازی که خوب نیستم بازی میکنه. که من اسمشو بگم یا نگم نمیدونم. خب بعدم در مورد بازی ها و کارتون ها صحبت میکنیم. خب پس پندارم تلویزیون رو کم میبینه، اما یه بازی انجام میده که نباید این کار رو بکنه، این بازی رو انجام نده. خب حالا اشکال نداره، با وجود اینکه کم شما میبینید و قولتون عمل کردید، آفرین بهتون.